شرح حال پروفسور آگوست فورل. پروفسور آگوست فورل عالم معروف سوئیسی که بین سالهای 1849 و 1931 یعنی 82 سال زندگی کرد. پروفسور فورل یکی از چهره‌های درخشان علم در اروپا در قرن 20 است. او در علم طبیعی و بسیاری از علوم دیگر کاشف بود. در داروسازی و فلسفه درجه دکترا داشت. کتب محققانه درباره هیپنوتیزم و الکولیزم و خودشناسی و غریزه جنسی نوشت که هر یک نمایشگر بسیاری از حقایق غیر مکشوفه در این رشته ها تا آن زمان بود. به طور خلاصه دکتر فورل در مدت عمر خود 400 جلد کتاب و رساله علمی تألیف کرد، بالاخص تحقیقات بی‌نظیر او درباره مورچه ها مشهور جهان علم است. و نیز تحقیقات این عالم کم‌نظیر در ارتباط الکل و جنون راهگشای تحقیقات گردی که نوع بشر را از خطرات الکل آگاه کرد. پروفسور فورل قبل از ایمانش به دیانت بهایی عالم طبیعی و منکر وجود خداوند بود، ولی دانشمندی انسان دوست و عاشق صلح و سلام برای عالم انسانی بود. پس از جنگ اول جهانی حوادث جانگدازان ضربه شدیدی به عقاید و افکار نوپرستانی او وارد آورد و او را که همیشه در فکر صلح عمومی بود پریشان خاطر کرد. وقتی در سال 1920 به شهر کارلسروه واقع در آلمان برای دیدار دختر و دامادش رفت، با امر مبارک از طریق دامادش آشنا شد و بلافاصله در صدد تحقیق برآمد. در همان سال عریضه حضور حضرت عبدالبها تقدیم کرد و سوالاتی در مبدا خلقت و مسئله الوهیت و سایر مسائل غامضه فلسفی نمود. در جواب لوح مهیمن قرایی معروف به لوح دکتر فورل نازل و محض زیارت ایمان آورد و در این موقع شرحی به عنوان سفارشنامه مرحوم و بین دوستان و اقربا و آشنایان خود و بعد مطبوع و مابین عموم منتشر کرد که قسمتی از آن چنین است: اولین بار من در سنه 1920 در شهر کارلسروه درباره دیانت جهانی بهایی که توسط حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی 70 سال قبل در شهر تأسیس یافته مطلع شدم. این دیانت حقیقتی است که مصالح اجتماعی انسان را محفوظ می‌دارد و طبقه کشیش ندارد و جمیع نفوس را در خاکدان کوچک ترابی ما متحد می‌سازد. من بهایی شدم و نهایت آمال و آرزویم این است که این دیانت از لحاظ خیر و صلاح عالم انسانی دوام و پیشرفت نماید. سپس پروفسور آگوست فورل بقیه عمر خود را حصر در انتشار امرالله نمود و امر مبارک را تنها علاج دردهای عالم و نجات واقعی کافی بنی آدم می‌داند. او تا نفس اخیر در این سبیل بذل همت کرد. پس از صعودش به ملکوت بقا، جراید در باره مقام علمیش و صفات ذاتیش داد سخن دادند. یکی از روزنامه های آلمانی چنین نوشت: اخیراً خبر حزن‌آور درگذشت فیلسوف معروف و متبحر در علم معالجه امراض دماغی پروفسور آگوست فورل در سن 82 سالگیش انتشار یافته است. جمیع این مقالات از روح خستگی ناپذیر و تفحص و تفرس دائمی او در مسائل علمیه و تبحر زاید الوصف او در فنون عدیده
و کتب متعدده اینی که نوشته است بحث می نماید، ولی اغلب نمی دانند که او از زمره بهائیان جدی بود که تعالیم حضرت بهاءالله خیلی در او تأثیر کرده بود. با حضرت عبدالبها داخل در مکاتبه شده و لوحی از ایشان دریافت داشت که اینک در تمام عالم معروف و بی نهایت بی قیمت است. در نوشتجات دکتر فورل اغلب تعالیم اساسی که حضرت بهاءالله به عالم داده است دیده می شود. در خیلی از جراید ما مقالات علنی در باره تعالیم بهایی نوشته است و غالبا افکار دکتر فورل طرفدار تجدد عالم انسانی است. اکنون حجاب از پیش چشم او برداشته شده است و حقیقت کلیه در نزد او مکشوف و معلوم است. میس مارساروس فخر المولدین که چند سال قبل از مرگ این دانشمند بزرگ و بهایی متمسک را ملاقات کرده بود در باره او میگوید: دکتر فورل با جدیت و همت و فداکاری خستگی ناپذیری تا آخرین روز حیاتش به امر بهایی خدمت نمود. او فی الحقیقه یکی از حواریون جلیل و با عشق و محبت امر محسوب میشد. در جای دیگر میگوید: دکتر آگوست فورل یکی از بزرگترین و جلیلترین احبای اروپا به شما میرد. از دانشگاه های بزرگ اروپا گرفته تا اقصی نقطه شرق، هر جا که من سخن از دکتر فورل و ایمان او به امر مبارک و اقدامات جلیلش در ضمن کنفرانس های خود به میان آوردم، حاضرین با توجه خاصی استماع نموده و با هلهله و تحسین قابل توجهی این مرد بزرگ را می ستودند. در موقعی که برای ایراد خطابه درباره تعالیم بهایی و صلح عمومی وارد شهرهای بزرگ سوئیس می شدم، می دیدم که اهالی شهرها و استادان دانشگاه ها این تعالیم را از دانشمند وطن دوست خود پروفسور فورل شنیدند. در خاتمه این مقال به نقل قسمتی از وصیت‌نامه گرانبهای این چهره فناناپذیر در امر مبارک می‌پردازم. در سال 1920 نگارنده در کارلسرو از دیانت جهانگیر و بین‌المللی بهایی که مقید به ظواهر و اسیر عادات و رسوم نیست آگاهی یافت. این امر در 70 سال قبل از افق شهر طلوع نمود و حضرت بهاءالله مؤسس آن بودند. دیانتی است حقیقی کافل خیر و صلاح عالم انسانی. من بهایی شدم و از اعماق قلب مسئلت می نمایم که این آیین در راه خیر و سعادت عالم انسانیت زنده و جاوید بماند و بر فلاح و نجات افساید. اینک توجه یاران الهی را به متن لوح مهیمن حضرت عبدالبها که در جواب این مرد دانشمند و عالم ناظر شده می نماید. بدیهی این لوح مبارک نیاز به دقت و تعمق بیشتری دارد. به همین دلیل پس از تلاوت قسمتی از لوح مبارک معروف به لوح دکتر فورل، توضیحاتی در جهت روشن کردن هرچه بیشتر مطالب این سفر کریم بیان خواهد شد. مقصد از طبیعیونی که عقایدشان در مسئله الوهیت ذکر شد، حزبی از طبیعیونی تنگ نظر محسوس پرست است که به حواس خمسه مقید و میزان ادراک نزدشان میزان حس است که محسوس را محتوم شمرند و غیر محسوس را معدوم و یا مشبوه دانند. حتی وجود الوهیت را به کلی مضمون می‌گیرند.
مراد جمیع فلاسفه عموما نیست، همان است که مرغوم نبود. مقصود تنگ نظران طبیعیون. اما فلاسفه الهیون نظیر سقراط و افلاطون و ارسطو فی الحقیقه شایان احترام و مستحق نهایت ستایش هم، زیرا خدمات فائقه به عالم انسانی نمودند. و همچنین فلاسفه طبیعیون متفننان معتدل که خدمت کردند. ما علم به حکمت را اساس ترقی عالم انسانی می دانیم و فلاسفه وسیع النظر را ستایش می دانیم. در روزنامه کلیه سان فرانسیسکو دقت نمایید تا حقیقت آشکار گردد. اما قوای عقلیه از خصائص روح است، نظیر شعاع که از خصائص آفتاب است. اشعه آفتاب در تجدد است، ولیکن نفس آفتاب باقی و برقرار. ملاحظه فرمایید که عقل انسانی در تضاد و تناقض است و شاید عقل به کلی زائل گردد، ولیکن روح بر حالت واحده است و عقل ظهورش منوط به سلامت جسم است. جسم سلیم عقل سلیم دارد، ولی روح مشروط به آن نه. عقل به قوه روح ادراک و تصور و تصرف دارد، ولی روح قوه آزاد است. عقل به واسطه محسوسات ادراک معقولات کند، ولیکن روح طلوعات غیر محدوده دارد. عقل در دایره محدود است و روح غیر محدود. عقل ادراکات به واسطه قوای محسوسه دارد، نظیر باصره و سامعه و ذائقه و شامعه و لامسه، ولیکن روح آزاد است. چنان که ملاحظه می نمایید که در حالت یقظه و حالت خواب سیر به حرکت دارد. شاید در عالم رویا حل مسئله از مسائل قامزه می نماید که در زمان بیداری مجهول می دارد. عقل به تأثیر حواس خمسه از ادراک باز می نماید و در حالت جنین و طفولیت عقل به کلی مفهوم، لیکن روح در نهایت قوت. باری دلائل بسیار است که به فقدان عقل قوه روح موجود. فقط روح را مراتب و مقامات، روح جمادی، و مسلم است که جماد روح دارد، حیات دارد، ولی به اقتضای عالم جماد، چنان که در نزد طبیعیون نیز این سر مجهول مشهود شد که جمیع کائنات حیات دارد. چنان که در قرآن می فرماید کل شیء حی. و در عالم نبات نیز قوه نامیه، و آن قوه نامیه روح است. و در عالم حیوان قوه حساسه است، ولی در عالم انسان قوه محیطه است. و در جمیع مراتب گذشته عقل مفقود، ولیکن روح را ظهور و بروز. قوه حساسه ادراک روح ننماید، ولیکن قوه عاقله استدلال بر وجود آن نماید. و همچنین عقل استدلال بر وجود یک حقیقت غیر مرئیه نماید که محیط بر کائنات است.
و در هر رتبه ای از مراتب ظهور و بروزی دارد، ولی حقیقتش فوق ادراک عقول، چنانکه رتبه جماد ادراک حقیقت نبات و کمال نباتی را ننماید و نبات ادراک حقیقت حیوانی را نتواند و حیوان ادراک حقیقت کاشفه انسان که محیط بر سایر اشیاست نتواند. حیوان اسیر طبیعت است و از قوانین و نوامیس طبیعت تجاوز نکند، ولی در انسان قوه کاشفه است که محیط بر طبیعت است، که قوانین طبیعت را در هم شکند. مثلا جمیع جماد و نبات و حیوان اسیر طبیعت هم. این آفتاب به این عظمت چنان اسیر طبیعت است که هیچ اراده ندارد و از قوانین طبیعت سر نوعی تجاوز ندارد. و همچنین سایر کائنات از جماد و نبات و حیوان هیچ یک از نوامیس طبیعت تجاوز ندارد، بلکه کل اسیر طبیعت هم. ولی انسان هرچند جسمش اسیر طبیعت، ولیکن روح و عقلش آزاد و حاکم بر طبیعت. ملاحظه فرمایید که به حکم طبیعت انسان زیروح متحرک خاکی است، اما روح و عقل انسان قانون طبیعت را می شکند، مرغ می شود و در هوا پرواز و بر صفحات دریا به کمال سرعت میتازد و چون ماهی در قعر دریا میرود و اکتشافات بهرهگیری میکند. و این شکستی عظیم از برای قوانین طبیعت است. و همچنین قوه کهربایی، این قوه سرکش آسی که کوه را میشکافد، انسان این قوه را در زجاجه حبس می نماید و این خرق قانون طبیعت است. اما حقیقت الوهیت فی الحقیقه مجرد است، یعنی تجرد حقیقی و ادراک مستحیل، زیرا آنچه به تصور انسان آید آن حقیقت محدوده است نه نامتناهی، محاط است نه محیط، و ادراک انسان فائق و محیط برمان. و همچنین یقین است که تصورات انسانی حادث است نه قدیم، و وجود ذهنی دارد نه وجود عین. و از این گذشته تفاوت مراتب در حیز حدوث مانع از ادراک است. پس چگونه حادث حقیقت قدیم را ادراک کند؟ چنانکه گفتیم تفاوت مراتب در حیز حدوث مانع از ادراک است. جماد و نبات و حیوان از قوای عقلی انسان که کاشف حقایق اشیاست بیخبر است، ولی انسان از جمیع این مراتب باخبر. هر رتبه عالی محیط و رتبه سفلا است و کاشف حقیقت آن، ولی رتبه دانی از رتبه عالی بیخبر و اطلاع مستحیل است. لحاظا انسان تصور حقیقت الوهیت نتواند، ولی به قواعد عقلیه و نظریه و منطقیه و طلوعات فکریه و انکشافات وجدانیه معتقد به حضرت الوهیت و کشف فیوزات الهیه می کند و یقین می کند که هرچند حقیقت الوهیت غیر مبنی است و وجود الوهیت غیر محسوس، ولی ادله قاطعه الهیه حکم به وجود آن حقیقت غیر مبنی می کند. ولی آن حقیقت کما هیه مجهول و نعد است. مثلا ماده اسیری موجود ولی حقیقتش مجهول،
و به آثارش محتوم. و ترکیب محصول در سه قسم است: لا رابع له، ترکیب تصادفی و ترکیب التزامی و ترکیب ارادی. اما ترکیب عناصر کائنات یقین است که تصادفی نیست، زیرا معلول بی علت تحقق نیابد. و ترکیب التزامی نیست، زیرا ترکیب التزامی آن است که آن ترکیب از لوازم ضروریه اجزاء مترکبه باشد و لزوم ذاتی از هیچ شیء انفکاک نیابد، نظیر نور که مظهر اشیاء است و حرارت که سبب توسع عناصر و شعاع آفتاب که از لزوم ذاتی آفتاب است. در این صورت تحلیل هر ترکیب مستحیل، زیرا لزوم ذاتی از هر کائنی انفکاک نیابد. شق ثالث باقی و آن ترکیب ارادی است که یک قوه غیر مرئیه که تعبیر به قدرت قدیمه می شود سبب ترکیب این عناصر است و از هر ترکیبی کائنی موجود شده است. اما صفات و کمالاتی از اراده و علم و قدرت و صفات قدیمه که از برای آن حقیقت لاهوتیه می شماریم، این از مقتضیات مشاهده آثار وجود در حیز شهود است، نه کمالات حقیقی آن حقیقت الوهیت که ادراک ممکن نیست. مثلا چون در کائنات ملاحظه نماییم، کمالات نامتناهی ادراک کنیم و کائنات در نهایت انتظام و کمال است، گوییم که آن قدرت قدیمه که تعلق به وجود این کائنات یافته البته جاهل نیست. پس میگوییم که عالم است و یقین است که عاجز نیست، پس قدیر است. و یقین است که قدیر نیست، پس غنی است. و یقین است که معدوم نیست، پس موجود است. مقصود این است که این نعوت و کمالاتی که از برای آن حقیقت کلی میشماریم مجرد به جهت سلب نقایص است، نه ثبوت کمالاتی که در حیز ادراک انسان است. لحاظا میگوییم که مجهول نعت است. و اما قوه غیر محدوده نفس محدود دلیل بر وجود غیر محدود است، زیرا محدود البته به غیر محدود شناخته میشود، چنان که نفس عجز دلیل بر وجود قدرت است و نفس جهل دلیل بر وجود علم و نفس فقر دلیل بر وجود غنا. اگر غنایی نبود فقری نیز نبود، اگر علمی نبود جهلی نیز نبود، اگر نوری نبود ظلمتی نیز نبود. نفس ظلمت دلیل بر نور است، زیرا ظلمت عدم نور است. اما طبیعت عبارت از خواص و روابط ضروریه است که منبعث از حقایق اشیاء است و این حقایق غیر متناهیه هرچند در نهایت اختلاف است و از جهتی در نهایت اعتراف و قابلیه در خواب. و چون نظر را وسعت دهی و به دقت ملاحظه شود، یقین گردد هر حقیقتی از لوازم ضروریه سایر حقایق. پس ارتباط به ائتلاف این حقایق مختلفی نامتناهیه را جهت جامعی لازم، تا هر جزئی از اجزاء کائنات وظیفه خود را به نهایت انتظام ایفا نمود. مثلا در انسان ملاحظه کن و از جزء باید استدلال به کل کرد. این اعضا و اجزاء مختلفی هیکل انسانی ملاحظه کنید که چقدر ارتباط و ائتلاف به یکدیگر دارند. هر جزئی از لوازم ضروریه سایر اجزا است
و وظیفه مستقله دارد، ولی جهت جامعه که آن عقل است جمیع را به یکدیگر چنان ارتباط می‌دهد که وظیفه خود را منتظماً ایفا و تعاون و تعاضد و تفاعل حاصل می‌گردد. و اما اینکه قوای عقلیه و روح انسان یکی است، قوای عقلیه از خصائص روح است، نظیر قوه متخیله و نظیر قوه متفکره و قوه مدرکه که از خصائص حقیقت انسان است، مثل شعاع آفتاب که از خصائص آفتاب است، و هیکل انسانی مانند آینه است و روح مانند آفتاب و قوای عقلیه مانند شعاع که از فیوزات آفتاب است و شعاع از آینه شاید منقطع کرد و قابل انفکاک است، ولی شعاع از آفتاب انفکاک ندارد. باری مقصود این است که عالم انسانی به نسبه به عالم نبات ماورا طبیعه است و فی الحقیقه ماورا طبیعه نیست، ولی به نسبه به نبات حقیقت انسانی به قوه سمع و بصر ماورا طبیعه است و ادراک حقیقت انسان و ماهیت قوه عاقل از برای عالم نبات مستحیل است و همچنین از برای بشر ادراک حقیقت الوهیت و حقیقت نشأه حیات بعد از موت ممتنع و مستحیل. اما فیوزات حقیقت رحمانیت شامل جمیع کار است و انسان باید در فیوزات الهیه که من جمعه روح است تفکر و تعمق، نه در حقیقت الوهیت. این انتهای ادراک عالم انسان است چنانچه از پیش گذشت. این اوصاف و کمالاتی که از برای حقیقت الوهیت می‌شمانیم، این را از وجود و شهود کائنات اقتباس کرده ایم، نه اینکه به حقیقت و کمالات الهیه بگوییم. این که می‌گوییم حقیقت الوهیه مدرک است و مختار است، نه این است که اراده و اختیار الوهیت را کشف کنیم، بلکه این را از فیوزات الوهیت که در حقایق اشیاء جلوه نموده است اختباس کنیم. نوح مبارکی که به افتخار دکتر کورل از قرن از تطبیقه ها صادر شده حاوی بسیاری از مطالب فلسفه الهی است و تقریبا میتونیم بگیم جامع همه مطالب است در اوراق بسیار محدود. کتاب اون باید که شرکی یا شرح هایی نام نوشته شد، چون اصلا الله نسبت مکاتب است یک بیان خطابی عدبی معنوی است که اختصاص به اسلوب الهی انبیا و اولیا وصیت اما شرح با شرحهایی که معمولا مردم بر آنها میدهند یا مینویسند باشد برمیاد که اونها را از صورت خطابی ادبی خارج بکنم، مطالبش را تقسیم بندی بکنم و متناسب با درک انسانی ربطی از نوع دیگر متناسب با هر نحوس بشری آنها بدهم. خلاصه اون چرا که تابع منطق الهام است
البته منطقه متداول در حدود درک بشر بیارن. البته این امر جامعیت کلام رو بلن خصوص نطق کلام رو زایم میکنن. سر و حیات اصلی از اون میشود و به صورتی در میاد که ظاهر مشهورتر و محسوستری داشته باشد. مثل این میماند که شما گلی رو پرپر بکنید یا پرنده ای رو تشریح بکنید، اعضاش رو دامو کنید، در بیارید، جداگانه در مد نظر بگیرید و بعدا اونها رو بر هم سوار بکنید و یه ترکیب تازه ای رو بدهید که البته فهم شما رو مطابق درک ناقضیتون از اون بیشتر کرده، اما سلب روح حیات رو از اون کرده. دیگه نه اون گل زنده سابقه است و نه اون پرنده زنده سابقه. من به هر صورت با شما این کار رو میکنه و شاید در مقام درس و بحث هم چاری از این کار نباشد. منتها اون که مسلم است در مورد آثار بهایی این است که این امر فقط به صورت تشریح باقی بمونه و هرگز خدای نکرده جامعه طبیعی که مقام خاصی دارد و جامعه تعویر که ممنوع است پیدا نکنه. وقتی به این قصد ما نظر به این نوع مبارک بکنیم، مطالب متعدد درون میبینیم که این مطالب متعدد هر کدام از لحاظ خاصی عنوان شده برای اینکه منظور خاصی رو بالمعال برآورده بکنه. و اون منظور خاص اثبات جنبه روحانی و الهی در وجود است و رد این مطلب که عالم وجود منحصر در ماده و طبیعت باشد. و با توجه به همین معال واحد است که مطالب متعدد در اون عنوان شده تا جواب سوالات و رفع شبهاتی باشد که از طرف این عالم جلیل و قدر سویسی عنوان شده، عالمی که بر اثر مطالعه آثار اسلام و بها و توجه و مکاتیب اسلام و بها ایمان و امر و مبارک آورد و عظمت علمی خودش رو با جلالت روحانی هم راه ساخت. چندین مطلب که از کردن بالمعال مطلب واحد می شود ما بر این رو هم مبارک می بینیم. ای جمعی اونها عنوان دو
حرف ایشون رو میکنن و میفرماین که منظور از فلاسفه ای که ما اونها رو قبول نداریم فلاسفه تنگ نظر هستن و الا فلاسفه وسیون نظر به ما ستایش میکنن و از جمله فلاسفه ای که به وسعت نظر اونها رو نام میبرن سقراط و افلاطون و ارسطو هستن که به صلاحت اونها رو شایان احترام و مستحق نهایت ستایش میشناسن. و چون از اینجا ممکن بوده است این نتیجه حاصل بشود که شاید منظور مبارک این است که فقط الهیون رو قبول دارن و فلاسفه طبیعی رو رد میکنن، باز رفع شبهه میفرمایم که از فلاسفه طبیعی هم کسانی که همه چیز رو منحصر بر محسوسات نمیدانن و جز صرف محسوس سایر چیزها رو منکر نیستن، اونها رو هم ما ستایش میکنیم و عالم انسانی رو محتاج وجودشون میدانیم. مطلب دیگر که در همین جا عنوان میشود و به ترتیب منطقی هم میبایست عنوان میشود این است که حس و عقل و روح روابطشون به هم دیگر چیست؟ یعنی آیا ما اونچه رو که حس میبیند یا میشنود یا میبوید یا میچشد یا از هر راه دیگری به ادراک در میآورد باید همون رو تنها ادراک خودمون بدانیم و جز محسوس مدرکی برای خودمون نشناسیم، یا یعنی که اینطور نیست و عقل داریم غیر از حس به اعتماد به قوه دیگری از قوای ادراکی خود بودن بکنیم. و وقت مسئله عقل مطرح می شود و عقل رو تعریف می فرماید بیان می فرماید چه چیست و چه امریست چه عملیست و چگونه به کار می پردازد و تأکید بسیار شدید می فرماید در این که عقل و مجهولات رو کشف می کن. این همون بیانیست در مفاوضات هم فرمودن در مورد عقل و خصوصیت عقل، خصوصیت اون علاقه انسان که اکتشاف و مجهولات بکند با استناد به قوانین کلی از روی معلومات دوفه یک سایر موجودات از اون ببهرن بینسیم و با استنباط مجهولات میتوانند طبیعت رو تغییر بدن. راه تغییر دادن طبیعت هم این است که طبیعت رو میتواند بشناسد، شعور نسبت به طبیعت بهش پیدا کند و با شعوری که پیدا کرده و با استفاده‌ای که از قوانین خود طبیعت میکند طبیعت رو تغییر میدهد، تسخیر میکند، تأثیر درش میکند و به اصطلاح مبارک شمشیر از فرق طبیعت، از دست طبیعت میگیرد و به فرق طبیعت میزند و به این ترتیب عقل رو تعریف میفهمد. مطلب دیگر که باز مترتب بر این بحث می شود این است که وقتی عقل تعریف شد به عنوان خصوصیت روح انسان، باید ببینیم که وقتی عقل خصوصیت انسان است آیا موجودات دیگر چه خصوصیتی دارن؟ برای هر کدام از اونها خصوصیتی ذکر می کنند، خصوصیت جماد، خصوصیت نبات، خصوصیت حیوان که از جمله البته خصوصیت انسان خواهد. و از همین جا که خصوصیتی بر هر کدام از موجودات محرز می شود قائل به روحی برای اون طبقه از موجودات می شود، به طوری که روح در اصطلاح مبارک در این لوح و در سایر الوا به عنوان مبدعی برای خصوصیت هر طبقه از موجودات که ممتاز می شود از طبقات دیگر موجودات می آید آورده می شود، که البته در طبقاتی از موجودات مثل جماد و نبات و حیوان این مبدا صرف میتواند همون ترکیب ارگانیک و
وجود اون موجود باشد و به انسان که رسید و عقل را از خودش ظاهر کرد باید اون رو مجرد دانست، غیر مادی دانست. و به این ترتیب در مراتب موجودات عقل رو ممیز و مشخص و متخصص روح انسان شناخته و از همین جا به امتیاز بین عقل و روح اشاره میکنه. این در واقع شبهه ای که ممکن است حاصل بشه که روح همون عقل است، این شبهه رو مرتفع میکنه. به این ترتیب که همونطور که نمیشود گفت نمو نبات است، بلکه باید گفت نمو وجه تمیز نبات است. نمیشود گفت تنفس نبات است، تغذی نبات است، بلکه باید گفت تنفس ممیز نبات است، تغذی ممیز نبات است. نمیشود گفت تولید مثل نبات است، بلکه باید گفت تولید مثل ممیز نبات است، مشخص نبات است. بنابراین در مقابل این وجوه ممیزه که همه اون خارابت نمیشود به همیگر مربوط دانست و ارتباط هم دارد، لازم میاد ما قائل به یک مبدع موجودیتی برای نبات باشیم که این ممیزات ناشی رازارونه و همون رو میتونیم بگیم نبات یا روح نباتی. و همین ترتیب همونطور که نمیتونیم بگیم حیوان حس است، نمیتونیم بگیم حیوان حرکت است، بلکه باید بگیم حیوان موجودی است که حس و حرکت رو دارد و بنابراین جهت جامع و رابطه حس و حرکت ناشی از مبدعی است که به همون منبع میگیم حیوان یا به عبارت یا روح حیوانی. ولو روح نباتی یا روح حیوانی رو مجرد هم ندانیم، به همین ترتیب در انسان هم نمیتونیم بگیم عقل روح انسان است، بلکه عقل با خصوصیات دیگری از قبیله اختیار، از قبیل عشق و از قبیل وجدان که اینا همه رو ما در جاهایی دیگه در شرح آثار دیگر و به اشاره کرده و شاید در این دور اشاره مستقیم نشده باشد، همه اینها با هم دیگر جهت جامعی پیدا میکنن که مبدع این ممیزات انسانی است که از جمله اونها و اهم اونها عقل باشد و همون رو ما میگیم روح انسانی. پس به این ترتیب روح معلوم میشود که مقصود از اون چیست، منظور از اون چیست. و چون روح به این ترتیب در واقع به صورت مبدعی است که خاصیت یا خواص مرتبط به هم دیگر که خاص یک طبقه از موجودات از اون پدید می آید، این روح رو شامل جمادات هم دانستن و جماد رو هم دارای روح دانستن، دارای روح حیات دانستن، چون حیات رو به معنی همین امکان تفاعل و تعاضد در بین اعضا و در بین قوای مختلف که در نتیجه می تواند وجود متعینی بدهد که اون وجود متعین آثار مشخصی داشته باشد میدانم به تعبیر. بنابراین معنی از اون نیست که همه موجودات عالم رو به این معنی زیر روح بدانم. و مطلب دیگر این است که این مراتب مختلف موجودات رو که هر کدوم در مرتبه ای از ادراک به این مناسبت قرار میگیرد قابل اینکه قادر به اینکه خصوصیت مرتبه بالاتر رو ادراک بکنند، بشناسد، دریابد، نمیشناسد. یعنی میفرمایند جزء مادون، جنس مادون، طبقه مادون از ادراک خصوصیات مافوق خودش عاجزه، قاصره. و به همین جهت همونطور که جماد از ادراک نبات بی‌نصیبه،
نبات از ادراک حیوان بی نصیبه. اول سلمی ادراک رو در مورد جماد و نبات ما به طور مجاز به کار میبریم، همانقدر که جماد نبات بودن رو در خودش نداره، ولی نبات جماد بودن رو در خودش داره، همانطوری که حیوان نبات بودن رو در خودش ندارد، در خودش دارد ولی نبات حیوان بودن در خودش ندارد. و همانطور که اینجا دیگه به جرأت میتونیم بگیم به معنی حقیقی که حیوان ادراک نبات رو میکند ولی ادراک انسان را از لحاظ انسان بودنش نمیتواند بکند، صرف اون را هم از طریق حس خودش که دیدن و شنیدن از طریق ادراک حیوانیست ادراک میکند، به قوه عاقله مشخصه انسان توجه ندارد. همانطور هم انسان احساس حقیقت ما فوق خودش را نمیتواند بکنه، ادراک حقیقت ما فوق خودش را نمیتواند بکنه، به حقیقت و هویت خدا نمیتواند بکنه. و در همین جاست که اعتراض میکنند یا در واقع رد می کنند بهتر از بگیم کسانی رو که فلاسفه تنگ نظر طبیعی هست، یعنی صرف و به طبیعت نظرن، به طبیعتی که به قوه حس محسوس می شوند لاغیر و جز اون به چیزی توجه نمی کنند و چیزی رو هم موجود نمی شوند. در واقع موجود در نظرشون به معنی محسوسه، چیزی که محسوس باشه موجود، بنابراین طبیعت چون محسوسه موجود و خارج از اون جدا از اون چون محسوس نیست به تجربه حسی در نمیاد، دلیلی برای موجودیتش وجود نداره. و منظور مبارکم از طبیعی که اون تنگ نظر که در ابتدا تخمیح فرمودن و هر جا هم که تشنیع فلاسفه شده به تصریح قول مبارک منظور همین ربیع فلاسفه هستن، یعنی طبیعی و تنگ نظر که همه چیز رو منحصر در محسوسات می دانن، قولشون در همین لوح به همین مناسبت عنوان می شود و رد می شود. به این دلیل که اگر هر امر غیر محسوسی رو ما غیر موجود بدانیم، کار بر ما بسیار دشوار می شود، برای اینکه باید منکر همه معنویات بشویم، حتی خود عرض غیر محسوسی منکر همه کلیات باید بشویم، برای اینکه معانی کلی غیر محسوسی منکر حتی اشیاء طبیعی بشویم که به حس در نمی آید ولی به حکم عقل ما به وجود خود می کنیم. در علم خیلی از امور وجود دارند که با اینکه جزء امور طبیعی آنها را حساب می کنیم اما به حکم حس در نمی یابیم یا هنوز در نیافته ایم، منتها به حکم علمی که ناشی از حکم کلی عقل است وجود را قبول میکنه، اگرچه در مدت معینی از زمان باشد و بعدا چون احکام عقل قابل تجدید نظره، با تجدید نظری که دارو حکم بکنیم میتوانیم کنار بگیریم حکم نگه بکنیم. به هر صورت عقل این کار رو از موازم و فرائض میداند که حکم بکنند به وجود اشیایی از راه کشف کلیه مجهول از معلوم، بدون اینکه اون رو به طور جزئی به حس تجربه کرده باشد. علما همیشه از این کار را کرده، مثلا فرض فرمید اشعه ای ماوراء بنفش رو ما حس نمی کنیم، اما به حکم کلیه علمی که خودش ناشی از یک نوع استدلال عقلی است به وجود اون حکم می کنیم، یعنی به حکم منطق علمی وجودش رو لازم میاریم
از آثار پی به مؤثری میبریم که گرچه اون مؤثر محسوس نیست ولی آثارش محسوس. بفهم فهم فیزیکدانان سابق در این در زمانی قلیل قبل زمان ما برای تبیین بعضی از فنومن های نوری مثل انتقال امواج نور در خبر و امثال اونها قائل به وجود مادهی به نام اتر می شود که به عربی اسیر بگیرد. خودش رو حس نمی کرد، اما برای اینکه بعضی از فنومن ها رو تبیین بکنند وجودش رو لازم می دونستن، لازم می شود. اگرچه بعدم چون وجود اون رو برای تبیین فنومن های دیگری غیر کافی دیدن کنار گذاشتن اون رو، اما به هر صورت قبول آن و قبول نظایر آن که همیشه در علم وجود داره به عنوان قبول یک منشأ غیر محسوس برای اکسپلیکاسیون برای تبیین فنومن های حسی وجود داشته و لازم می اومده. به همین جهت به همین قوه اتر یا اسیر هم که مقبول علم زمان بوده از طبعه داره که فرفر. البته ممکنه بعدم این امر چون جز امور طبیعیست احساس بشود، احساس هم بشود، یا ممکن است هیچ وقت احساس نشود. و از اونها که احساس نمی شود ممکن است بعدم برای این که از راه دیگری به صورت دیگری به صورت قبول یک امر مجهول و غیر محسوس دیگری در بیا نکر به همون صورت ببارد. اما اصل مطلب مخلصه و این است که ما همیشه از محسوس ها حکم به وجود اموری که اونها رو غیر محسوس میدانیم برای که بتونیم تبیین بکنیم محسوسات رو به خدادی علیت ما میرسیم. پس به این ترتیب حکم حس کافی نیست و کسی که صرف حکم حس یکی رو بکنن تنگ نظر است و شایسته اقتداء و اختفاء نیست. در اینجا لازم میاد حدی رو که حد طبیعت هست، چون اشاره به فلسفه طبیعی تنگ نظر می فرمایند و حتی فلسفه طبیعی وسیون نظر را مدراج با میکنم مشخص بشه. اون حد مشخص بشه، اون حد عبارت از تعریف طبیعت که در دو بار در این دو اشاره فرمودن که طبیعت فرمودن خواص منبعث از هوای اشراعه، خواص ضروریه منبعث از هوای اشراعه، یعنی اون که ما امروز در اصطلاح حکمت و علم با اونها فنومن میگیم. طبیعت عرصه فنومن هست، خواصی که از هوای اشراع منبعث میشه، خود هوای اشراع نیست، مومن های اشراع نیست، از حقایق اشکا منبعث میشه، با روابط ضروری به هم دیگر ارتباط پیدا میکنه و طبیعت عرصه این روابط و همین جهت علم هم همین روابط رو مطالعه، یعنی با خود حقایق اشیا دسترس نداره. بنابراین کسی که طبیعت رو میشناسد بسیار کار شریفی، کسی که به روابط ضروری خلاص منبسط های غش را پی می برد و مجموعه های به نام علوم پدید می آورد بسیار کار شریفی. اما کسی که این حد رو می شکرد و این نظر رو وسعت می دهد به جایی می رساند که می گوید هر جه هست همین روابط ضروری در بین خلاص منبسط های غش را است، این فیلسوف تحقیق نظر است. چرا؟ برای اینکه ابتداعاً با اصل علمیت حتی اساس هر گونه علمی است مخالفت میگیرد، برای اینکه فنومن ها باید مبدعی داشته باشند، این خواص که با هم روابطی پیدا میکنند.
کنن باید نقشه داشته باشن و الا اصل علمیت به کنار بذاشته باشن و اصل علمیت که کنار نهاده شد در واقع علم به کنار نهاده شد و همین یه از که اشاره به اصل علمیت و از اصل علمیت نتیجه میگیرن وجود حقایق غیر محسوسه ای رو که مبدأ خلاص حسی و ضروری اشیاء محسوس است. در همین جاست که اثبات خدا مطرح می شود. اثبات خدا برای فلاسفه طبیعی معنی پذیر، چون خدا برای فلاسفه وسیع النظر که حتی اگر طبیعی هم باشن میتوانند مستطر در داشته باشن مشمول همون بیان است در میخواهد ذات فرمودن که اثبات نمیخواهد بلکه صرف احساس و کافیست، احساس معنوی و وجدانی و کافیست. فرمودن برای نفوذ ضعیفه باید برای اثبات خدا باید. این نفوذ ضعیفه را اینجا مشخص میفرمین که منظور شدن فلاسفه طبیعی تنگ نظر است که همه چیز رو مناسب و محسوسات میدانه و وارد دلایلی برای اثبات وجود خدا میشه. از جمله اونها سه دلیل میآورم. این دلیل یکی تقسیم اقسام ترکیب است به سه قسم تصادفی، التزامی و ارادی و نتیجه ای که میگیرم این است که باید ترکیب آدم رو نتیجه حاصله از ارادت الله است و در اینجا می فرمایم که صفت اراده که بخواد باست برمیدهیم مثل سایر صفاتون به قیاس با خلق و مصفایل با صفات بودن نمی شود مشخص کرد، همون قبیده ای که نتیجه ضروری متعدات بهایی است و بعد اون وقت پی بردن از حرکت به محرک رو که با زمن به مطلان تسلسل، یعنی هر حرکتی محرکی لازم داره و تسلسل هم مرتبه، پس محرک غیر متحرک رو دارن به این برهان اشاره می فرمایم و بعد هم به این برهان که همه چیز در عالم محدود است و همه امور محدود ما رو ناگزیر از اعتراف به وجود غیر محدود می کنه تا تصور غیر محدود حاصل نباشد تصور که نمیتونه هست باشه از غیر محدود، یعنی تا قبول امر غیر محدود به حکم عرض حاصل نباشد تصور محدودیت اشیا هم بیمعنیه، بیمنطقه. به حکم منطقی که اقلا اون رو قبول دارن نشون میدهن که ناگزیر باید قبول بکنن وجود غیر محدود رو تا بتوانند محدودیت اشیا هم که معترض به اون هست و قبول بکنن. و در همینجا نتیجه اجتماعی برای بیان اجتماعی و تعالیم انسانی هم رو بارد میگیرم و رو به سر میتوشم. این یک خلاصه ای از تحلیل کلی مطالبی رو بارد کنم که امیدواریم در فرصت اختصاص بکنم راجع به دو مطلب